بسیاری از فایل های پی دی صرفا های حاوی داده های جدولی هستند. در فایلی که میبینید هم دقیقا همینطور است. این فایل بودجه هایی را نشان میدهد که به نهادهای حکومتی محلی در انگلستان پرداخت میشود. ما نمیتوانیم مصر را انتخاب کرده جدول آن را به یک اسپردشیت منتقل کنیم. اگر بخواهیم این جدول را بر حسب مبلغ کل مرتب بکنیم و ببینیم که بیشترین بودجه به چه کسی اختصاص داده شده باید داده ها را به صورت دستی به اسپردشیت منتقل کنیم حالا بگذارید ببینیم تابولا چه کمکی میتواند به ما بکند تابولا ابزاری ساخته دست خبرنگاران است که داده های جدولی را از فایل های پی استخراج می کند. استفاده از صفحه رابط تابولا برای کاربران بسیار آسان است و این نرم افزار روی کامپیوتر شما هم کار می کند. پس اگر اطلاعات حساسی دارید لازم نیست نگران فرستادن آنها به یک سرور دیگری باشید. به وبسایت tabula.technology بروید و نسخه مناسب برای سیستم عامل خود را دانلود کنید. نرم افزار تابولا با ویندوز مک او اس و لینوکس کار می کند. همچنین باید جدیدترین نسخه جاوا را روی کامپیوترتان نصب کرده باشید اگر به مشکلی برخوردید به جزوات خود تبولا مراجعه کنید وقتی تبولا را راه میاندازید یک صفحه جدید در مرورگرتان باز می شود. انتظار این اتفاق را داشته باشید چون تبولا اینطور کار می کند. روی براوز کلیک کنید فایل پی دی اف مورد نظر را انتخاب کنید می توانید لینک مربوط به فایل را در صفحه اصلی دوره آموزشی پیدا کنید. در اینجا تامنیل صفحه را می بینید. خود صفحه هم در وسط دیده می شود. جدولی را که می خواهید استخراج کنید انتخاب کنید. فقط کافیس روی آن کلیک کرده و سپس آن را به سمت مورد نظر بکشید. مطمئن شوید که فقط داده های مورد نظرتان را جابجا می کنید. روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس منتظر بمانید. حالا می توانید جدول را در قالب یک فایل CSV در کامپیوترتان ذخیره کنید و سپس در پردازنده اسپردشیت مورد نظرتان آن را باز کنید.